سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدین در برنامه راه درمان. در خدمت شما هموطنان عزیز ما هستیم. تشکر از اینکه ما را بیننده هستین از داخل و خارج کشور. برنامه راه درمان است و موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم در برنامه راه درمان انواع و علائم روماتیسم است که مهمان ما در برنامه دکتر سبزی محمدی، کارشناس فیزیوتراپی، با ما همراه هستند که روی موضوع صحبت میکنیم. و شما اگر سوالاتی دارین میشه که مطرح بکنین با شماره تماس های 020-250-3444 و 020-250-3888 تماس بگیرین و ما در خدمت شما از آن هستیم. هر سوالی که پیرامون موضوع روماتیسم دارین و علائم و نشانه هایی را که شما در وجود خود میبینین که احساس میکنین روماتیسم است، حتما تماس بگیرین تا اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ ارائه بکنه. دکتر صاحب سلام، بسیار زیاد خوش آمدین، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام بینندهایی که هم اکنون ما رو میبینن. امیدوارم که لحظاتی پر از سلامتی داشته باشن. روماتیسم هم یک بیماری است که مانند شکر، یعنی خیلی ها شاید مصاب روماتیسم باشه، همینطور که خیلی ها مثلا مصاب بیماری شکر هستن. در این زمینه سوالات زیادی هم در اذهان بینندگان عزیز ما هستن که این لحظه از طریق تلویزیون برنامه رای درمان و طور زنده و مستقیم تماشا میکنن. ما حتما میتونیم که تماس شما رو در برنامه وصل بکنیم و تا حد ممکن تلاش میکنیم که خارج از موضوع نباشه سوالات و موضوعی که ما انتخاب کردیم در مورد روماتیسم. شما هم اگر این علائمی که دکتر صاحب در برنامه گفتن، اشاره کردن در نخست از برنامه روی انواع روماتیسم صحبت کردن، اگر شما این علائم در یکی از علائم ها در وجود خود میبینین یا در وجود یکی از اعضای خانوادهتان میبینین، تماس بگیرین تا اینکه سوالاتتان هم حل شه و هم درباره موضوع کامل پرداخته شود در این برنامه صحبت شود. تماس. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم سلام خواهر عزیز، بفرمایید، خوب هستین؟ سلام دکتر صاحب، من یک سوال داشتم. من روماتیسم دارم، خونم چک کردم گفتم تخفیف روماتیسم است، یعنی میاده از شنکای پای ما درد داره، زانوی ما بند جسم زیاد درد داره. همزمان با این که شما آزمایش دادین دوا هم مصرف میکنی؟ دوایی دیگه پیش دکتران شخصی نرفته، به دواخانه دوا میگیرم به دسم درد دیگه. این میر که مخورم درد چهار همه که نمیخورم زیاد درد داره دیگه. شاید نظر به داروهایی که تا الان استفاده کرده باشین سطح روماتیسمتان باز پایین آمده باشه، ولی نظر به شرایطی که خودتان ذکر میکنین، درد و شخی و گرفتگی در قسمت بندهایتان دارین، اگر تمریناتی اندازه و با شرایط دردتان، یعنی اگر در بند زانو هست تمریناتی برای گرفتگی و شخی ازی انجام بدین، اگر در موچ پا هست، اما اگر همراه با سوزش و با درد بسیار نارام کننده و اذیت کننده است میتونین که باز مراجعه کنین، ولی داروخانه نه، تصمیم بگیرین برین به پیش یک ارتوپد یا به پیش یک روماتولوژیست. تشکر از شما، سلامت باشین خواهر عزیز ما. دکتر صاحب میخواییم که در مورد عوامل روماتیسم هم صحبت داشته باشین که چی چیزها باعث میشه، عامل میشه که یک شخص یا یک فرد به روماتیسم مصاب شه. اولین عامل خب میتونه ارثی باشه. در قدم اول که اشاره کردیم بیماری روماتیسم بیماری میتونه ارثی باشه، بیماری خودمینی باشه، مطابقی عوامل کسبی و محیطی، مثلا از محیط کسب میشه. بله، کسی که دائم الوقت در جای نمناک زندگی میکنه، کسی که زود به شکل دوامدار دچار سرماخوردگی ها و حساسیت ها میشه، یکی هم کنترل شوه، یکی مراعات شوه میشه. تغذیه تمام بیماری ها من میتونم میره تثبیت کنم که تغذیه میتونه رول اول داشته باشه. یعنی یک شخص عادت داره دائم الوقت همراه با تمام وعده‌های غذایی خود، حتی در صبحانه مثلا چکنی و ترشی مصرف کنه، ولی بعضی از اشخاص عادت بری دارن که هرگز در طول روز دوست ندارن آب بنوشن، آب بخورن، یا غذاهایی که رو به غذاهای آبگین بودن هست مثلا استفاده کنن. بهترین گزینه در اینجا، یعنی مثلا عامل میتونه اینا باشه، ولی خب بهترین راه ها و بهترین درمان ها هم هست. هیچ وقت سر به خود از داروخانه به تجویز خودت، به تجویز خواهرت، به تجویز برادرت برای خودت دارو تجویز نکن، دارو نگیر. شاید تو دمو دارو نیاز نداشته باشی، حالا هر بیماری که باشه، حتی یک سرماخوردگی معمولی، در کنارش اگر میخوای خودت درمان کنی، حتی روماتیسم میتونی مصرف روزانه آبت، سعی کنید آبتان ولرم باشه، نوشیدن روزانه، مصرف مکمل روزانه آب
میتونه خودش کمک کنه به درمان، یعنی دفع همین مشکل، یعنی که مثلا برطرف کردن همین مشکل. میتونه روزانه آفتاب بگیرین، آفتاب خیلی کمک میکنه به اینکه جریان خون ما بهتر داشته باشه. غذاهایی که ویتامین ای دارن باز هم خیلی کمک میکنه، و غذاهایی که سیستم عامل بدن تحریک میکنه و باعث میشه که دردای روماتیسم زیاد شه. بله، گاهن پریز میتونه، برای اینکه مصرف گوشت گاو نباید زیاد باشه، دوغ سرد نباید زیاد بخورین اگر چنین مشکلاتی دارین و یا احساس میکنین که چنین مشکلاتی دارین. و در پالی تمام اینها، مثلا وقتی که یک شخص حمام میکنه و از حمام بیرون میه، بعد از استحمام بدنتان تر نباشه، مرطوب نباشه، لباستان رو نپوشین، سعی کنین کامل بدنتان رو خوش کنین. من ایره دائم الوقت به همه بیمارای ما که مراجعت میکنن به شعبه درمانی اشان خواهش کردم که با وجود دردهای مفصلی، با وجود دردهای عضلانی و با وجود شخیایی که در مفاصلتان دارین، هیچ وقت سعی نکنین روی بدن خیس لباستان رو بپوشین. و همچنین در کنار عزیز سعی کنین که آفتاب بگیرین و در پالی از این رطوبت درونی تان حفظ کنین. اگر ما خارج از مبحث روماتیسم رو بیاریم به سمتی که طبیعت هر شخص چه رقم هست، کدام طبیعت ها زودتر مصاب به بیماری روماتیسم میشه، خب مبحث خیلی بزرگ میشه. ولی خب در کل اساس تمام درمان تمام بیماری ها مصرف روزانه آب است. کم بودن مصرف آب خودش میتونه بزرگترین عامل باشه، وراثت میتونه بزرگترین عامل باشه، و همچنین تغذیه نادرست هم میتونه عامل بزرگ باشه، نم و رطوبت هم میتونه تاثیر داشته باشه. بله دقیقاً دقیقاً. خوب است که روزانه توصیه دکتر صایبا همیشه ای بوده که کسایی که بخصوص مصاب به بیماری روماتیسم هستن، اینا در شعاع مستقیم آفتاب قرار بگیرن، نه شعاع آفتابی که از پشت کلکین بر شما چی میکنه. حالا یک تماس میگیریم بعدم صحبت میکنیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم محترم. علیکم السلام. تشکر، سلامت باشین. کی از کجا به تماس شدین؟ قربان تو نمین هستم، از خیرخانه به تماس شدم. امین عزیز از خیرخانه، بفرمایید چی سوال داشتین؟ از دکتر محترم سوال داشتم در ارتباط با اینکه خانم زیاد شکایت میکنه از این ناحیه کف پا. از طرف شب معمولا کفای پاش بسیار زیاد داغ میهنه که بسیار زیاد به طاقتش میسازه، نمیفهم میگه تاثیر چی است. و بعضی وقت با مدت دو دقیقه سه دقیقه حتی فرق سرش هم داغ میه، دستش کاملا همینطور رقم حالت زوب برش دست میده. خاصی به نیه تو باید معلومات داشتر صاحب ارائه کنه. تا نوز ماینه کردین برادر؟ در ماینات چند چیز نشان ندارد برای ها چندین بار ماینه کردیم. شما بیشتر تلاش کنین که بیمار تانا مراجعت بتین به یک شعبه جرای عصب یا دکترایی که مربوط عقلی و عصبی میشن، تا رابطه با تقویت و سیستم نایرونی و سیستم عصبیشان یک مقدار کار شوه. اما اگر مختص به درد و سوزش و پوندیدگی در کف پا هست، بازم میشه که از نزدیک بیمار تان مراجعت بتین و یک شعبه درمانی تا از نزدیک ماینا چند. اگر درد احساس میکنین از استخوان‌های اینا هستن، اما اگر سوزش و نارامی و گزگز و سوزنک زدن در کف دست و پا و ضعف ایشان دست میده، مراجعت بتین به یک شعبه داخلی عقلی عصبی. تشکر است. تشکر برادر عزیز، سلامت باشین. تشکر. بله دکتر صاحب، روی راه‌های وقایوی و راه‌های درمانیش هم اگر صحبت داشته باشین بهتر است که روی تداویش صحبت بکنین، به ارتباط تداوی ازی با فیزیوتراپی همچنان و تیبی سوزنی بپردازین. بیماری روماتیسم خصوصا اکثریت احساس میکنن که وقتی شخص روماتیزم گرفت، فقط دست ها و فقط پاهای اینا یا فقط بند های اینا درد میداشته باشه یا تحریک میداشته باشه و یا سوزش میداشته باشه. در این قسمت مثلا بیماری روماتیزم میتونیم در این پوست هم، یعنی بیماری روماتیسم پوستی هم داریم، میتونیم ببینیم. بیماری روماتیسم قلبی هم داریم. اما اکثریت از درد های مفصلی و درد هایی که در دست ها و در پاها و بعد شکلی ها، شاید خیلی ها تجربه کرده باشن، دیده باشن، ناخن‌های اکثریت اشخاص یک ناهمواری یا به شکلی پیدا میکنه دستهایشان. فکر میکنم اکثریت دیگه تجربه کرده باشن، دیده باشن. میتونیم که ایره ما با فیزیوتراپی بازگشت حرکتشان، کم کردن همه دردهایی که در بندها و در مفاصلشان داره، تنظیم بد شکلی هایی که در مفاصل ایجاد میشه، یعنی همون ناهمواری هایی که در هر بند ایجاد میشه، ناخن‌ها یا انگشت‌های دست
ناهمواری پیدا میکنن، قسمت زانو پوندیدگی ناهمواری یا همچنین شست پا و متباقی بندها، این را میشه که با تمرین دادن، با حرکت دادن، با کنترل کردن، با گرفتن آلتراساوند و بعضی از جریاناتی که در فیزیوتراپی است دردها اینو کنترل کنیم و همون قسمت بند که خشکی بهش دست میده و پوندیدگی برام او را باز هم کنترل کنیم و باز حرکت برش بدیم تا شخص احساس راحتی کنه و آرامتر شود. ولی در پالوی اینها بهترین گزینه میتونیم تب سوزنی را هم اشاره کنیم، چون خود تب سوزنی به کنترل جریان مریدیان یا کنترل جریان خونی که دهی بندها و دهی مفاصل می داشته باشه کمک میکنه و شخص احساس راحتی میکنه، دردش کمتر میشه، شرایطش بهتر میشه. پس در کل روماتیسم ما باید طوری مد نظر بگیریم که بیماری هست که میشه کنترل کرد، ولی اگر بخوایم دوباره او را در بدن بعد از تداوی بعد از یک سال یا دو سال دوباره بازگشتش ببینیم، هیچ وقت اینو نمیگیم که مثلا من قبلا درمان کرده بودم خوب شده بودم. نه، این باز شاید در بدن تو وجود داشته باشه، یک بیماری خفته باشه. بله، سلام علیکم. بله. بله. سلام برادر، خوب هستین؟ وعلیکم خوب هستین، بخیر جان جون. تشکر. کی از کجا به تماس شدین؟ از چلستون، پریگل نام. چلستون. بفرمایید چی سوال داشتین برادر؟ همیشه. امید جان، من درد دارم، استوانای خواهی دست می سوزم. مادر جان، کدام قسمت درد داره؟ چند سال هستی و بیشتر کجاهای درد داره؟ اضافه وزن که نداری؟ نه نه، وزنم کم است. 50 سال هستم. آها، درست است. سوزش هم داری؟ در کفای پای؟ خواهی دستم زیاد سوزش بکنه. دوا زیاد خریدم. مایناتای خود کردم. نه، چرا مینات کردم؟ نبوده. ماینات که کردین تشخیص روماتیسم برتان نبوده؟ پیش دکتر ارتوپید رفتین یا داخله؟ داخله رفتم. آها، درسته. دردهایتان بسیار اذیتتان میکنه، از زانو به پایین است یا انتشار داره از قسمت سورین تا نوک انگشت پایتان؟ سرای زانویم زیاد درد میکنه که دیزینا تا و بالا میشم. کفای دست پایم درد میکنه. شب روز من میگم من متفتاده باشم جانم، قراره هفت و گنگ دستم. درست است. من در موردش برتان میگم که چی کنید. بله، از طریق تلویزیون بیننده باشین برنامه را. دکتر سی بطمن بر شما پاسخ خواهد داد. با معذرت که من صدایشون را درست تفکیک نتونستم، فکر کردم برادر ما هستن. بفرمایید دکتر سید. من در رابطه با اینا که یک خانم 50 ساله هستن، بهتره بگم که اینا احساس کوفتگی و درد و سنگینی در کل بدنشان میکنن. میتونه این مشکل میتونن عوامل یا نشانه اکثریت بیماری ها باشه. میتونه مثلا یک آنفولانزا یا یک سرماخوردگی آنی هم باشه، میتونه یک ویروس باشه، میتونه حتی خود کرونا هم باشه، گرفتگی سنگینی و درد. به طور کل اگر مراجعه میکنن به شعبه درمانی خیلی خوب میشه تا از نزدیک دیده شون. اگر دردات واقعا در قسمت کمر داخل بندها و مفصلات هست، داخل عضلات هست، مراجعه کنین به یک شعبه ارتوپدی، از نزدیک تمام شرایطتان چک شوه و بعد از اینکه تشخیص مشخص شد که شما روماتیسم ندارین، میشه که کنترل متباقی تداویتان تحت کنترل گرفت. اما اگر روماتیسم داشتین و این سنگینی و بی‌حالی رو داشتین، باز براتون چند راهکار درمانی ساده براتون توصیه میکنم که اینا رو انجام بدین. پلی تمام مسائل اکثریت میپرسن که در خانه چی بخوریم تا روماتیسم کنترل کنیم یا چی نخوریم. در قدم اول برای بعضی از عوامل توصیه کرده بودیم که گوشت گاو نخورید، دوغ نخورید. همه پرسان میکنن که دوغ خب کلسیم داره، چرا میگین نخوریم؟ خب چرا؟ به خاطر از اینکه دوغ ترش است، مستقیم روی مفصلا و بندهای تو تاثیرات خود میذاره، سطح التهابی بدن یکم بالا میبره. پس مصرف نکنین در دورایی که احساس درد دارین. و همچنین گوشت گاو، چرا؟ زمانی که گوشت گاو اکثریت دکتر صاحبای ما پریز میتن، میگن مصرف نکنین. امی هم یک عامل داره. در صورتی شما گوشت گاو و مصرف میکنین که حداقل برای تایم پخت ازی 5 ساعت گذاشته باشین. در غیر این صورت خب مصرف نکنین گوشت گاو. و چرا مصرف میکنین؟ در وقتی که دردتان به این اندازه تحریک میکنن. و اما در قسمت ازی که چی بخورن، بهترین گزینه ای است که عسل میتونه آنتی بیوتیک طبیعی باشه. روزانه مصرف آب در کنار مقدار عسل خیلی خوب میتونه باشه. اگر روماتیسم ما روماتیسم مفصلی یا روماتیسم التهابی
قطعا التهاب است. با کنترل تداوی یا با اینکه تشخیص بدی خودت روی بدن خودت که یا طبیعتت گرم است یا سرد، مصرف سرکه هم خوب هست که برای طبیعت گرم و سرد یا برای که بدن خود احساس میکنی گرمی و سردش بالا و پایین است، که اکثریت بیمارا پرسان میکنن بدن من سرد است، طبیعتم سرد است، نمیتونم میره بخورم یا نه، یا من میتونم میره مصرف نکنم. پس در این گزینه مصرف مقدار سرکه همراه با بازم خوب است، میتونه کمک کنه. روزانه سعی کنین حتما آفتاب بگیرین و در پالی از این خواب منظم هم کمک میکنه. و در کنار اینا مهمتر از همه اینا تمرین ها و ورزشی که مختص مفصل یا بند تو یا همون قسمتی که درد داره اینا هست. اگر کسی حتمی حتمی درد مفصل زانو داره، مثل این خانم که اشاره میکنه که زانوهایش به شدت درد میکنه، اول از همه باید تشخیص شود که زانوهای تو آیا آرتریت روماتوئید است، روماتیسم است، یا آرتروز است، سایدگی مفصل هست. اگر در این دو تا گزینه ثابتا مشخص شود، پس هر کدام درمان های و راهکارهای درمانی خاص خودش داره و بهتر از همه این هست که تشخیص درست صورت بگیره و بعد از این درمان. دقیقا. دکتر صاحب در اخیر کوتاه اگر روی اهتمامات خانگی شما اشاره داشته باشین که بعضی از مادران و خواهران و برادران ما که مصاب به روماتیسم هستن، اینا در خانه میخواین خودشان خود را تداوی بکنن، مثلا با چرب کردن روغن زیتون، سایر روغنیات و اینا، و همچنان بعضی پمادهایی که مثل پماد اکس هستن، بعضی پمادهای دیگه هستن، اینا استفاده میکنن به خاطر درمان درد روماتیسمشون. با اینا چقدر شما موافق هستید؟ این هم باید واضح بسازیم که روماتیسم در خانم ها بیشتر از آقایون هست. باز هم چون خانم ها ضعیفتر هستن، سیستم ایمنی ضعیفی دارن نسبت به آقایون، یا بند ها و مفصل های ضعیفتری دارن نسبت به آقایون، زودتر دچار ای بیماری میشن. یعنی بیشتر هست ای بیماری در خانم ها بیشتر هست. در کنار از این کارهایی که در خانه انجام میتین، میشه که همو درد کمی کنترل کرد، این درست هست. اما اگر اکثریت دیگه رو بردن به دارو، ما ندیدیم شخصی در افغانستان در کشور ما زندگی کنه ولی خب دارو کم خورده باشه یا دارو نخورده باشه، مراجعه کردن، دارو زیاد مصرف کردن. گاهن بدن ما یا اکثریت بیماری ها شاید نیاز به هیچ دارویی نداشته باشه، شاید همین درمان هایی که در خانه انجام میتین، اگر به شکل درست، همین درمان های خانگی هم اگر به شکل درست انجام شوه، میتونه کمک کننده اکثریت بیماری ها باشه. من جمله روماتیسم، روماتیسم اگر در بند و در مفصل و در عضلات باشه، بله خب در عضلات اگر باشه، حرارت یا چرب کردن هر نوع روغن در قسمت شاید درد یا کمی تحریک کنه، چون ترشو میشه فشار آوردن در این قسمت. و من امیرم توصیه میکنم که خودسرانه و بیش از حد ماساژ دادن، مالیدن، چرب کردن هم خوب نیست گاهن، و این را یکمی مراعات داشته باشن. یا ای که بعضی از بیمارها میگه که من چون کمرم درد میکنه خودم آویزان میکنم، گاز میتونم، همین گاز دادنهای سر خود خوب نیست، همین درمانهای خودسرانهی که سر خود در خانه انجام میتین، اگر با کنترل است، اگر واقعا بلد هستین، تجربه دارین، مادرتان یا پدرتان تجربه کرده، بهترین درمان اولیه همینا میباشن، ولی تلاش کنیم که به شکل درست از اینا باشن و همچنین به این حالت نباشه که یک نفر درد داره در زانوی خود یا در پشت خود یا همین قسمت احساس میکنه که برجستگی داره، با فشار آوردن یا با لغت کردن یا با از شرایط دیگه ای را کنترل کنن، باز همی توصیه نمیشه. و مصرف داروهایی که در خانه استفاده میکنن، گرمیجاتی که در خانه استفاده میکنن، اینا هم کدام ضرر خاصی نداره، کدام ممانعت هم برشان صورت نمیگیره. دقیقا. خیلی تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردین و بحث کردین روی موضوعی مهم. ممنون شما. تشکر. بله بیننده های عزیز، همچنان جا داره سپاسگزاری بکنیم از شمایی که برنامه رای درمان تا آخرین لحظاتش بیننده بودین. موضوع کمک طول کشید به خاطر از اینکه موضوع خیلی مهم و کاربردی بود و خیلی ها در اذهانش سوالات متعدد خلق شده بود در ارتباط با روماتیسم که امروز دکتر صاحب عزیز محمدی کارشناس فیزیوتراپی را در برنامه با خودمان داشتیم که روی موضوع بحث کردیم. برنامه راه درمان را شما میتونید بر روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 2 تا 2:30 بعد از ظهر به طور زنده مشاهده بکنید و همچنین روزهای جمعه ساعت 9 تا 10 میتونید برنامه را به طور لایف تماشا بکنید از طریق رادیو و تلویزیون راه فردا. تا برنامه دیگر راه درمان، وقت و لحظاتتون خوش. خداوند یار و نگهدار.